بسم الله الرحمن الرحیم. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال اني انا النذير المبين كما انزل الله على المختصمين الذين جعل القران عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاستعد ما تعمر واعرض عن المشركين انا کفیناک المستهزئین. در بخش پایانی سوره مبارکه هجر به مطالب آغازین این سوره اشاره شده. بخشی از اینها ناظر به آن است که در اوائل این سوره فرمود ادعی تو را به جنون متهم کردن، ولی باید بدانی که ما ذکر را بر تو نازل کردیم، به ما حافظ این ذکریم. اونا گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ولی باید بدانن که احنا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. به مانند قبلش فرمود اونها مشکل حسگرائی و مادگرائی و بالاخره گرفتار خوردن و نوشیدن و لذائذ حیوانی است. در آیه سوم فرمود در هم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اینها زنده به آرزویند و همت اینها همین غذا خوردن و بهره های مادی است. این در صدر این سوره. در بخش های دیگر از قرآن هم فرمود که در هم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. بعدها هم می فهمن که عمری را به حیوانی گذروندن. در بخش پایانی همین سوره مبارکه هجر می فرماید چشمانت را نسبت به نعمتهای دنیا متوجه نکن ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم. این ضمن هشدار به پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان هست، تهدیدی هم هست نسبت به اون افراد مادیگرا که گرفتار لذائذ مادی هست که محور اصلی اینه. سرش آن است که اونها معیار ارزش را ثروت می دونستن، که در قدیم که در جدید، چون ثروت و مال جزء مهمترین اصول ارزشی اونها بود، کسی که ثروتمند بود ارزشمند بود. سخن از دانشمند بودن و فاضل بودن و با تقوا بودن مطرح نبود. چون مال معیار ارزش است، کسی که دارای مال است ارزشمند است و سمت‌های دنیایی را بر اساس همین اصول ارزشی ارزیابی می‌کردن و توضیح می‌کردن. احتیاجات فکری و فرهنگی اونها هم تو همین محور و مدار بود. پس این سه چهار مطلبی منسجم بعضها فوق بعض. این از عهد کهن بود، اختصاص به عهداشی نبود. در عهد نوح سلام الله علیه اونا رو همین اصول فکر می کردن. به حضرت نوح می گفتن که این فقرا و یقه چرکینا و اینا رو بیرون کن ما بیاییم. ملا همین اشرافی بودن که این حرفا رو می زدن. وجود مبارک نوح می فرمود من هرگز این فقرا و محروما رو ترد نمی کنم. اگر اینها رو ترد کردم کی به کمک من می شتابد، من رو از عذاب الهی نجات می دهد؟ که اون آیاتش خونده خواهد شد. بعد از جریان نوح سلام الله علیه جریان اقوام وسط هم همینطور بسی قرآن بازو کرد تا میرسیم به جریان فرعون. استدلال فرعونی است که الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجدی من تحتی، مگر سلطنت مصر و سرمایه مصر در اختیار من نیست؟ مگر این نهرها از زیر قصر من جاری نمی شود؟ بنابراین
حرف آن است که من میگویم ما علمت لکم من اله غیری ان ربکم الاعلا به مانند. مهمترین تکیه فکری فرعون همین ثروت و سرمایه بود. اعصار بعدی هم به شرح ایزد تا میرسیم به عصر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. اونها هم میگفتن اگر نبوت و رسالت حق است باید یک از سرمایه‌دارهای مکه یا مدینه یا یک از سرمایه‌دارهای طائف به مکه پیامبر بشوند. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. بعدم گفتن هؤلاء کسانی هستند که من الله بیننا. به پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پیشنهاد میدادن که این فقرا رو بیرون کن ما با تو مذاکره کنیم یا مثلا در جلسات تو حضور پیدا کنیم. که ذات اقدس اله فرمود فلا تکرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه و مانندو. این طرز فکر از زمان نوح سلام الله علیه تا عصر پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم بود. خب به محور اصلی این خطاب ها هم مسائل مادی است. بنابراین اون چرا که برخی ها به عنوان شبهه یا به عنوان تهمت که وجود این باره که پیامبر معاذ الله گرایش به زنها داشت یا گرایشش به زنها زیاد بود یا اهل شهوت بود و قرآن کریم او رو نهی میکنه از این کارها، رأساً تهمتی بیجاست. مثل نه در مسیر آیه است، نه در مدخل آیه است، نه در صدر زیل آیه است، نه با فضای آیه سازگار است، مثل با اونها ارتباط نداره. خب و این هم در مکه نازل شد این بخش از آیات. و در مکه هم وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی ازدواج کرد که در بین اعراب اینجور نبود کسی اینقدر دیر ازدواج کند، اونم با یه بانوی 40 ساله. اگر چارت شبهه الان تو اینترنت و غیر اینترنت هست که اینها ناظر به شهوت گرایی پیامبر معاذ الله صلی الله علیه و سلم است، از همون الذین جعلوا القرآن عزین است. اولا متشابه درست کردن، بعد به دنبال متشابه گشتن است. خب از زمان نوح تا زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مشرکان کفار بر اساس اصول ارزشی طبیعت و ماده و ثروت حرکت می‌کردند. این آیات که خونده بشه معلوم میشه به اینکه این لا تمدن عینی که ناظر به کدوم فاز و فضاست. در سوره مبارکه هود که مقداری از این بحث ها گذشت، جریان حضرت نوح به این صورت در آمده. به نوح گفتن به اینکه شما اینها رو ترد بکنید ما به سراغ شما خواهیم آمد. وجود مبارک نوح این حرف و پیشنهادها رو ترک کرد. سوره مبارکه هود از آیه 25 بعد. آیه 25 سوره هود این است: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. بعد اونها گفتن به این که فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا فما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یه دفعه غراب و کابرین ها دنبال تو جمع شدن و ما نرا لکم علینا من فضل. بعد از یه آیه دیگه وجود مبارک نوح فرمود به این که ما انا بتار دلذین آمنو. شما میگید من این فقرا و محرومان رو ترک کنم، من هرگز این کار رو نمی کنم. انهم ملاق و ربهم، اینها به لقای پروردگارشون می روند. ولکنی اراکم قوما تجهلون. آخه این چه ارزشی است شما قائلید؟ مگر مال معیار ارزش است یک؟ مگر ثروتمند ارزشمند است دو؟ چرا آخه من این محروم و فقرا را ترک کنم؟ و یا قوم من ینصرنی من الله ان تردتهم افلا تذکرون. آخه یه تذکری، یه تعقلی. ولا اقول لکم عندی خزائن الله. ما که سخن از سرمایه الهی رو مطرح نکردیم، نگفتیم خزائن الهی پیش ماست، نگفتیم ذاتن علم غیب داریم، بدون تعلیم خدا هم علم غیب داریم، نه، هر چه ذات اقدس اله داد همون رو میدونیم. این ولا اقول لکم عندی خزائن الله هم ناظر به همین است که ما داعیه
ثروت کلان غیبی را نداشته و نداریم. این اجمالی از جریان حضرت نوح. راجع به قوم عاد و ثمود و این هم که در این روزها چند آیه گذشت، راجع به جریان فرعون هم که آیه معروف علیه لی ملک و مصر به هذا الانهار و تجدی من تحدی هست، اونگاه ذات مقدس پیامبر اعظم طبق علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا طبق دستور الهی موظف شد که با همین فقرا و محروما بسازد. آیه 52 سوره مبارکه انعام این است: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. مبادا این محروم ها رو ترک کنی، مبادا چشمت به طرف سرمایه سرمایه‌دارها باشد. اینها آیه 53 همون سوره مبارکه انعام این است که اینها میگویند اها اولای من الله علیهم بیمن بینا، آیا این فقرا و محروم ها اینا بر ما فضیلت دارن، خدای سبحان بر اونها منت نهاده، اونا رو به جای برتری برده، ما رو به مقام نرسونده. در سوره مبارکه زخرف آیه 31 به بعد همین است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اینا خیال میکردن محبت وحی باید سرمایه‌دار باشد، وحی اگر حق است یه امر ارزشی است باید بر ارزشمند نازل بشود، و چون مال معیار ارزش است و سرمایه‌دار ارزشمند است پس وحی باید بر سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل بشود. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد فرمود اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. در آیه 34 فرمود که اون چی که پیش ما و دستگاه وحی ما ارزش ندارد همین مسئله مال است. ما اگر این خوف نبود که مردم کافر بشوند، کسی که کافر بود اینقدر سرمایه به اون میدادیم که این سقف اتاقها یا این تیر سقفها را از نوره درست کند، ولی میترسیم مردم یخرجون من دین الله افواجا بشن و به طمع دنیا دین رها کنند. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتن، همشون یک دست کافر بشن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة. ما اونقدر به اونها سرمایه میدادیم که اساس سقفشون رو نقره کنن به جای سیمان اینها، یا اون تیر سقفشون نقره باشد به جای آهن. این پله هایی هم که دارن پله های طلا و نقره باشد. لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا. ما اگر این حراس نبود به هر کافر اینقدر میدادیم، ولی میترسیم افراد کمندیش در اثر اشتیاق به این طلاق و نقره کافر بشن. خب پس بسیاری از این آیات ناظر به آن است که ارزش به ثروت نیست و سرمایه‌دار ارزشمند نیست، ارزش به تقواست و متقی ارزشمند است، کرامت انسان به تقواست و انسان اتقا اکرم است و مانند آن. اومد اون چی که در سوره مبارکه عنکبوت آمده اون هم ناظر به همین بخش است که وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، اونجا هم که فرمود صبر بکن. سوره مبارکه کهف، در سوره کهف آیه 28 و بحث دیروز خونده شدیم بود: وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا
فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اصلا فضای بحث ناظر به شهوت گرایی حضرت نیست تا یک کسی این رو وسیله تهمت قرار بده. فضا در این است که معیار ارزش ثروت نیست و تو با پیروان تو چشم تو به اون طرف نباشد، این محروما رو ترک نکنی. اونها موظفن خودشون رو تطبیق بدن، نه شما به اون سمت گرایش داشته باشید. پس از نوح تا وجود مبارک پیامبر اعظم علیه السلام همینطور بوده. مشکل رسمی اون ملأ این بود که اینها سرمایه ندارن و فقرا محرومن، و راهنمای اصلی صاحبان شریعت این بود که معیار ارزش تقوا و عبادت خداست، کرامت انسانی در این است، وگرنه اون یه امر زائلی است که آبرو برم هست. این یه بخشی از مطالب. مطلب دیگه این که و ازدواج وجود برای پیغمبرم میدونه در اول بعثت بشه وضعی بود. اما درباره تفسیر موضوعی که این آیا از جریان الذین جعلوا القرآن عزین سیانه از اون قبیل نیست. تفسیر موضوعی از قبیل جعل الموضوعات عزین است، نه جعل القرآن عزین. موضوعات رو دستبندی میکنن، آیات معارف است، آیات احکام است، آیات قصص است، آیات ادبی است، آیات عرفانی است، آیات حکمی است، آیات عقلی است، آیات اخلاقی است. آیه ها رو از هم جدا میکنن. یک، هر کدام از این آیه را با کل قرآن ارزیابی میکنن. دو، روایات وارده در ذیل اینها را هم بررسی میکنن. سه، وقت دست به قلم میکنن یه تفسیر موضوعی مینویسن. این موضوعات را اذه کردن است، نه قرآن را. برای اینکه فرض کنید موضوع تقوا را یا عدل را کسی خواست بنویسد، کل قرآن را ارزیابی میکند با روایات وارد در ذیل اونها. این قرآن را اذه نکرده، تقسیم نکرده، تکه تکه نکرده که بخشی بگیرد بخشی را کار را داشته باشد. این در خدمت همه آیات قرآن بود به زمینه روایات وارد در ذیل اینها. این موضوعات را ارزیابی کرده. مطلب بعدی درباره این مقتسمین است که فرمود کما انزلنا للمقتسمین. قرطبی در جامعش برای اقتسام هفت معنا ذکر کرد، چه این که برای هجر هم معنای فراوان ذکر کرد که بخشی از اون معانی در نوبت‌های قبل ارائه شد. یکی از مصادیق هجر همین هجر کعبه است که اسماعیل و هاجر سلام الله علیهما و مانندو اونجا به خاک سپرده شدن که جزء قبله نیست و در دور او هم طواف میکنن، در مطاف قرار دارد ولی جزء قبله نیست. خب یکی از مصادیق هجر هم اونجا رو معنا کردن. راجب اقتسام وجوه هفتگانه ذکر کردن که بعضی از اون وجوه خب یه مقدار دوره. یکی از اون وجوه هفتگانه که قرطبی در جامعه ذکر کرد همون حرفیست که در بحث دیروز منتها بدون نام بردن از جریان قوم صالح نقل شده که اونا لتقاسمو، این اقتسام را ایشون از قسم گرفته نه از قسم و قسمت. علالمقتسمین یعنی علالمتقاسمین، اونا که سوگند یاد کردن پشت درهای بسته لتقاسمو که لنبیتن ثم لنهلکن ثم لنقودن لولیه، ما شهد نام اهل کهله، ما بیتوته بکنیم، تبیز بکنیم، پشت درهای بسته شبها تصمیم میگیریم، او را از پا در میاریم، بعد به بازمونده‌هاش میگیم ما که نمیدونیم کی کشت. این اقتسام را برابر اون تقاسمو از قسم گرفتن نه از قسم. و این با آیه بعد باید هماهنگ بشه نمیشه، برای اینکه آیه بعد مقتسمین رو معنا میکند کما انزلنا علی مقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. چون الذین جعلوا القرآن عزین به منزله تفسیر مقتسمین است، این نشون میده که این اقتسام از قسم و قسمت است نه از قسم. ولی اونها که اقتسام را از قسم دانستن
این الذین جعل القرآن ازین را مبتدا قرار دادن، اونگاه اینی انا نذیر فورب بکر نسالن هم و مانندون را خبر قرار دادن که این منقطع از آینده گذشته باشد. کما انزلنا علی المغتصبین، یعنی متقاسمین که قوم سعود بودن. این تموم شد. اونگاه الذین جعل القرآن ازین چه می کنیم؟ فورب بکر نسالن هم. خب این یه تکلفیست البته، این تام نیست. مطلب دیگر درباره واژه عز است، که درباره واژه عز که قبلا بحث شد که از اصلش عز بود ناقص واوی است، بعد برای پرهیز از ثقل اون حذف شده است، از این جمع بسته شد. وجه دیگری که در این واژه گفته شد این است که این در اصل از ه بوده است، دو تا ها داشت، چون جمع دوتا ها دشوار است، ازه یا ازه اون یکی از دوها هز شد، ازه مونده است. نظیر شفه که در اصلش شفهه دوتا هاست، به دلیل شافهدو شافهد و مانند آن هست. خب این چون دوها سنگین است، بزا یک ها هز شد، وگرنه اصل شفه شفه هست با دوها. گفتن این ازم از همون قبیله، البته این اثبات میخواهد، لکن و اون وقت اون ازه که از با دوهاست یعنی کذب و فریه و دروغ، اینها الذین جعل القرآن ازین، یعنی کسانی که معاذ الله گفتن قرآن فریه است و افتراست و کذب است و امثال زاده. خب این با اون تفسیرهایی که آمده و احیانا با روایاتی که در زمین است خیلی هماهنگ نیست. ادعی مسئولیت‌های قرآن را تقسیم کردن، یا خود قرآن را گفتن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، چنین که اهل کتاب این کار را کردن و مشرکان هم جور دیگر آیات را تقسیم کردن. بعضی ها گفتن این سحر است، بعضی گفتن اون شعر است، بعضی گفتن اسطوره است، بعضی گفتن کهانت است و مانند آن. بعد راجع به این جمله که عذابهای الهی چه سوال میشه که چطور متنوع است، واقع انسان اسرار را نمیدوند. در بخش از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله عذابها را متنوع ذکر کرده، فرمود عذابها گوناگون است، ما بعضی را گرفتار خصف میکنیم، من هم من خسفنا، من هم من کذا، من هم من کذا، عذابها را متنوع ذکر میکند. اما مصلحت چیز، چه رابطه است بین اون مقدار از عذاب و اون نحوه از عذاب با اون چه که این قوم مبتلا شدن با کارشون چه رابطی دارد؟ این رو واقعا انسان کشفش کار آسانی نیست. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 39 به بعد به این صورت است: و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين. اونا سابق نبودن، ما جلو بودیم، ما پیشیم همیشه. اراده الهی، قضا و قدر الهی سابق است، اینا مسبوقن، اینا همیشه دنبالن. بعد تو کلن اخذنا بزنده، ما هر کدام از اینها را، قارون را، فرعون را، هامان را و اقوام تبهکار دیگر را با گناهشو مؤاخذه کردیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، سنگ ریزه سنگ بارانشون کردیم. و منهم من اخذته سیهه، و منهم من خسفنا به الارض، و منهم من اغرقنا. بعضی را به دریا دادیم، بعضی را به زمین دادیم، بعضی را به آتش دادیم، بعضی را به سنگ دادیم، بعضی را ویران کردیم، شهرهاشون را ویران کردیم. البته یه تناسبی هست، این تناسب در دو بخش از روایات حل شده. این قسمت از آیات دارد که ما هر کسی را برابر گناه او مؤاخذه کردیم، این به طور اجمال یه تناسبی می فهماند. تو دعای کمیل و ادعیه و روایات دیگر یک مقداری بازتر اینا رو میفهمونن: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء تنزل البلاء تنزل. از اینها معلوم میشه هر گناهی یک اثر سوء خاص خودش داره.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تنزل النقم. اینا معلوم میشه که هر گناهی یه پیامد تلخ خاص خودش داره. این یک طایفه. مرحوم وافی در وافی رضوان الله تعالی علیه مطابق با اون چیزی که مرحوم کلانی در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده، همون روایات را منتها گسترده تر جمع و جامع تر در وافی ذکر کرده. مرحوم کلانی در جلد دوم اصول کافی روابابی تحت این عنوان ذکر کرده که کدوم گناه هست که امید قطع میکنه، کدوم گناه هست که عمر کوتاه میکنه، کدوم گناه هست که بلا نازل میکنه، کدوم گناه هست که فقر میاره. بخشی از اون گناهانی را که به نحوه اجمال در دعای کمیل آمده در روایات دیگر مرحوم کلی نقل کرد، مبسوطترش را مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو وافی تو همین فضا نقل کرده. گناهان را برشمردن، آثار گناه رمزه کردن که فرون گناه عمر کم میکنه، فرون گناه فقر میاره، فرون گناه امید کم میکنه، فرون گناه افسردگی میاره، فرون گناه پشمردگی میاره، فرون گناه اختلاف میاره. اینها رو تو اون روایات جمع کردن. بنابراین اون چه که از این آیه سوره بارکه عنکبوت برمی آید این است که فبود کلن اخذنا بذنبهی. بعضی ها را به دریا انداختیم، بعضی را به زمین دادیم، بعضی را به سیحه دادیم، بعضی را به آتش دادیم. این است. اما حالا کدام گناه است؟ اون رو اجمالا تو دعای کمیل معلوم میشه، تفصیلا تو اون روایت معلوم شه. اما راز و رمزش چیست؟ اینا دیگه به برکت اهل بیت دور روشن بشه. ممکن است بعضی از اینها را عقل بتواند بفهمد، اما اون کلید اساسی به دست ایناست که چه رابطه بین این گناه و اون جور عذاب است. اون بحثی که سیدن استاد رضوان الله و دیگران مطرح کردن، اون هم فقط در حد اجمال ترسیم میکند که بین اعمال انسان با حوادث عالم رابطه برقرار است. یعنی این مثلث را خدا تدبیر میکند، جهان، انسان، پیوند انسان و جهان. اینا سه تا ذل گسیخته که نیستن که هر چه انسان بکنه عالم هم هر جوری که دلش بخواد بگرده که نیست. چون که عالم هم هر جور باشه انسان هم بالاخره خودش تطبیق میده. این تو نیست که اینا تافته های جدا بافته باشن که. آیاتی که دارد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، یک ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دو و الله استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، سه. این گونه از آیات نشان میدهد بین اعمال انسان و حوادث عالم رابطه برقراره. اما کدوم کار با کدوم حادثه رابطه برقراره و ذات اقدس اله چگونه پاسخ میدهد رو واقعا عقل نمیفهمد. مطلب دیگر این است که در همین جریان عذابی که قرآن کریم فرمود متوسمین می توانن بشناسن، اونایی که واقعا اتقوا فراست المؤمن فانه ینظرو به نور الله، اونا یه جور درک دارن. اینا که از راه درس های حوزوی یا دانشگاهی باستانشناس شدن، آثار باستانی می شناسن، اینا اگر خوب در کارش مجتهدانه بررسی کنن شاید در پژوهششون به این نتیجه برسن که قوم لوط چجور عذاب شده. اینه که خدا فرمود به جعلنا عالیه ها سافله ها، با زلزله های چندین رشتری بود یا نه طرزی بود که ذات اقدس اله این مقطع را بالا برد و به زمین زد. اون سنگ هایی که آمدن آیا علائم اون سنگ را می شود فعلا تو این زیر خاکی ها پیدا کرد یا نه؟ این که اونجا آیات آورد، جمع آورد، بود متوسمین آیات علامت های فراوانی دارن و غیر متوسم فقط اصل آیت رد شد، ناظر به همین باشد. و این یکی از گوشه های علوم اسلامی است. عقل را انسان نباید اینقدر پایین بیاورد که به خورد بشر بدهد بگوید بشری است. خیر، عقل حجت خداست، مما الهمه الله است،
و هرچی را که عقل، عقل الهامی، عقل فطری داشته باشد به ما الهمه الله است و علم الانسان ما لم یعلم است، حجت خداست. نظیر نقل است که مما انزله الله است، این نقل مما انزله الله است، اون برهان عقلی مما الهمه الله است. ولی در تمام این ارزیابی ها باید حساب خطکشی ها به اون خط قرمز نرسه، یعنی هیچ علمی را با وحی نسنجیم یکی این خط قرمزه و هیچ عالمی را با امام پیغمبر سلام الله علیه ما نسنجیم دو که خط قرمزه. بلکه غیر معصوم را با معصوم نمیسنجن، امت را با امام نمیسنجن، علم را با وحی نمیسنجن. اونجا بارگاه عصمت است، اینجا کارگاه درس حوزه و دانشگاه. مگر هیچ عاقلی کارگاهی را با بارگاهی میسنجه؟ اون دو منطقه خط قرمز است که احدی که لا یقاس بهم احد، طبق اون دو روایتی که یکی مال پیامبر صلی الله علیه و سلم است و یکی هم همون مطابق همون تو مال هست امید در نهج البلاغه، یکی در نهج الفصاحه است یکی در نهج البلاغه، که لا یقاس بنا احد، این دو منطقه منطقه ممنوع است و خط قرمزه. بقیه اون چرا که فقها و اصولیین و محدثان و بزرگوارا از نقل استفاده میکنن، اینا علمای اسلامن. اون چرا که حکما و متکلمان از عقل استفاده بکنن، اینا علمای اسلامن، اینا را با هم میسنجن. اون معقول و منقول را با هم میسنجن، نه معقول را با وحی معاذالله. و بعد این متوسمین میتوانن ارزیابی کنن عذابی که بر قوم لوط وارد شده از چه سنخه؟ عقل را که خدا داد، نقل را هم که خدا داد، بینا برن ارزیابی کنن، بررسی کنن، برن این فجعه الله عالیه ها سافله ها یعنی چی؟ خب این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را خدا داد، به دست فهول از علمای اصول شکل گرفته شده، براءت عقلی و براءت نقلی و بحثای فراوان خاص خودش رو پیدا کرده، شده علم اسلامی. اینجا اکن فاسقون به نبعین را خدا داد، عقل بشر روش کار کرد، اشکالات مما یمکن و زب را بررسی کرد، اشکالات مما لا یمکن و زب را بررسی کرد، شده فن اصول. خب و جعلنا آلیه ها سافله ها را خدا نازل کرد، امترنا علیهم حجارتا من سجیل را خدا نازل کرد، عقل را هم خدا عطا کرد. اینا برن وصف شناسی کنن، آثار باستانی شناسی کنن، بگن بیان قرآن کریم در زمینه اینه، و این میشه میراث فرهنگی اسلامی، علم باستان شناسی اسلامی. خب حالا اصول چون تو حوزه کار شده، از ما کنا معذبین این مطالب گرفته شده، شده اسلامی. ولی اگر همین آیه بره دانشگاه اونجا تو تجزیه و تحلیل ارزیابی بکنن، اسلامی نیست؟ این عقل چرا وقتی قم بیاد میشه اسلامی، تهران بره اسلامی نیست؟ خب اسلامی شدن علوم به همینه، همون جوری که اصول اسلامی است همون جور آثار فرهنگی اسلامی است. منتها این باید بدونه با آیات دیگر بسنجه، با روایات بسنجه، ارزیابی بکنه. این همون کاری که شیخ انصاری رضوان الله علیه در ساحت مقدس این جمله ما کنا معذبین میکنه، اون بزرگوارا هم در ساحت مقدس فجعنا آلیه ها سافله ها بکنن، تا بگن چجور خدای سبحان این منطقه رو زیر رو کرده، آیا زلزله چندین رشتری بوده یا مطلب دیگر. بحث بعدی، حالا چون شنبه و یک شنبه و دو شنبه تعطیل است، بقیه بحث در مربوط به سه شنبه و چهار شنبه است، ما بحث امروز رو به این بخش منتهی کنیم تا تتمه این سوره انشاءالله در روز سه شنبه و چهار شنبه. در این بخش فرمود به اینکه حالا که این چنین است، ما اتمام حجت کردیم، معیار ارزشی رو هم گفتیم، اونها که زر هم یعکل و بیعتمته و اونها رو هم گفتیم، وضع دنیا رو هم تبیین کردیم، اما وضع آخرت، قسم به پروردگار تو ما اینها رو رها نمی کنیم. فورد بکرن از ارنه هم اجمعین. این سوال سوال استیزاهی است، سوال بازداشت است. ملاحظه فرمودید اون سوال وسأل الله من فضلهی به مانند اون که برای خدای سبحان محال است که خدای سبحان از که چیزی سوال بکنه، سوال استفهامی از صفات سلبی خداست یک،
سؤال استعطاعی که اون هم شبیه استفهامی است برای خدای سبحان مال است، استفاده سلبی ذات اقدس الهی. دو سؤال اعتراضی، میگن فلون وزیر زیر سؤال رفته، فلون شخص زیر سؤال رفته، مجلس حق سؤال دارد از فلون وزیر، نه سؤال استفهامی، نه سؤال استعطاعی. سؤال استفهامی و استعطاعی اینا مال جای دیگه است. سؤال اعتراضی مثل اینکه تو ایست بازرسی میگن بیستید باز این سؤال ها جواب بدید و قفوهم انها مسئولون. این که فرمود قفوهم اینا را بازداشت کنید، ما میخوام سؤال کنیم، یعنی سؤال اعتراضی دیگه، چرا آوردی، چرا رفتی، این چی هم را آوردی، چرا اینا را آوردی، اینا سؤال ایست بازرسیه. سؤال علمی رو که تو ایست بازرسی نمی کنن که، سوال کمیته امدادی رو که تو ایست بازرسی نمی کنن که، سوال استفهامی جاش مشخصه، سوال استعطایی هم جاش مشخصه، سوال اعتراضی تو ایست بازرسیه. فبود قسم به پروردگار تو من اینا زیر سوال میبرم. اینی که بگن فرون که زیر سوال رفته یعنی سوال من ایست بو، فبود همه اینا زیر سوال میرن که چرا بیراه رفتن. حالا باید بررسی بشه که چطور ذات اقدس اله در بخش از آیات بود که یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، اون روز از کسی سوال نمیشه، از گناهی سوال نمیشه. این سوال ها چیه؟ پاسخ اجبالیش اینه که اونجایی که فرمود ما سوال نمی کنیم، نفاد ما سوال نمی کنیم، فرمود کسی سوال نمیشه، نه ما سوال نمی کنیم، لا یسأل، اونا مسئول نمیشن. چرا؟ برای اینکه علامت جرم دیگه تو صورتشون ظاهر شده دیگه. خب اگه کسی به صورت کلب در آمده معاذ الله، مگر میشه سوال بکنه که چرا این صورت در آمدی؟ خب معلوم شد درند خوب بود دیگه. چرا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم. خب اگر یک کسی با علامت شناخته شده از این سوال میکنن چرا؟ مگر آدم از سگ میپرسه چرا اینجوری؟ چرا پنجت اینجوره؟ چرا نیشت اینجوره؟ خب این باید اینجور باشه دیگه. اون پاسخ لا یسألو، نه ما سؤال نمی کنیم. ما که در سوره مبارکه اعراف فرمود ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما همه رو زیر سؤال می بریم. هیچ کس نیست که زیر سؤال نره، منتها به صورت انبیاء سریع الحساب زود رد می شن، عده دیگر علی حسب ایمانهم. اما اینها در قیامت کسی از اینا سؤال نمی کنه چرا اینجور شدی؟ گناهت چی بود؟ خب معلوم همین دیگه. کسی به صورت میمون در آمده دیگه سوال نمی کنن که چون عده مردم در با دلغک بود. خب دلغک که به صورت انسان در نمیاد، این فقط داره خندوندن افراد تو مجالس مسخره میکنه، با آبروی مردم بازی میکنه. خب اگه این به صورت میمون در آمده از این سوال میکنن چرا میمون شدی؟ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ تو یعرف المجرمونه به سیما ها. بنابراین این که فرمود فورب بکرن از ارنه هم با آیه سوره اعراف هماهنگ است که ما سوال میکنیم ورن از ارنه الذین ارسل الیهم ورن از ارنه المرسلین، هیچ کس نیست زیر سوال نره. اما اون چی که تو سوره مبارکه الرحمن است نفرمود ما سوال نمیکنیم، فرمود کسی اون روز مسئول نمیشه از سوال نمیکنه آقا چرا اینجور شدی؟ خب چرا ندارد که هر چی که در درون داشت بیرون ظاهر شد به همون صورت در آمد. فین قیل چرا لا یسألو اما ایدن به انسان را جان قلا لنهو یعرف المجرمونه به سیباهم که آزن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.